زوار امده قد از ما هم قراغه، زوار امده قد از ما هم قراغه، بلند بیم میایش پاریزاغه. بروم از دخترو سرما بی طلبم، مگه با چه قدر کاک سراغه. مخاطبان عزیز سلام و درود بر شما. امروز 19 می 2023 میلادی هست و امروز یک روز خاص است برای جامعه هزاره و مصادف است با روز فرهنگ هزارگی. طوری که شما اینجا میبینید تعداد زیادی از هزاره های افغانستانی ساکن اسلام‌آباد پاکستان اینجا در این برنامه حضور یافته و تحت نام روز فرهنگ هزارگی از این روز بزرگداشت میکنند. اما در موردی که فرهنگ هزاره یعنی چی، با تعداد زیادی از اشتراک کنندگان برنامه و برگزار کننده های برنامه صحبت کردیم و دیدگاه آنها را در مورد روز فرهنگ هزارگی خواستیم و همچنین ما با شماری از هموطنان غیر هزاره خود در مورد دیدگاه آنها نسبت به هزاره ها و اینکه چه تعریفی از هزاره ها دارند صحبت کردیم و شما می خواهیم که تا پایان این برنامه ما را همراه باشید. فرهنگ هزارگی که امروز 19 می هست در حقیقت، اما تاریخ هزاره ها را نشان می ده که مردم هزاره دارای کدام کلچر، دارای کدام فرهنگ هستند که شما می بینید با نمایشاتی که امروز در اینجا برگزار شده. ما با انواع از و اقسام از فرهنگ های متنوع و زیبای مردم هزاره اینجا می بینیم و آشنا می شیم و از طرف دیگر فرهنگ هزاره تنها خلاصه نموشه در یک چند تا عکس، در یک چند تا فرش، چند تا جور لباس، بلکه فرهنگ هزاره اما مدنیت هزاره است، اما علم دوستی هزاره است، اخلاق خوب مردم هزاره است و اما حس وطن دوستی مردم هزاره است که در اطوار مختلف ایرا نشان داده. و امروز ما خوشحال هستیم که در جشنواره اینجا اشتراک کردیم و میبینیم که مردم هم بسیار با جمع جوش اشتراک کردن. بنیانگذاری روز فرهنگ هزارگی فرصت طلایی برای بازخوانی و معرفی میراث فرهنگ هزارگی میباشد که در این روز با ما با معرفی و بحث و مطالعه میراث و آثار فرهنگی من و معرفی آن و دیگران از خصوصیات و نشانه های گذشتگان من، از روش های زندگی آنان، از افتخارات کسب شده توسط اجداد و نیاکان من و از بقایای و اتفاقات تاریخی که بر آنها گذشته آگاه می شویم و همچنان در این قافله روزگاری ما هم در این مسیر تاریخی یا در این سفر تاریخی در جمله قافله گذشتگان خواهیم بود و سعی بران کنیم که فرهنگ زنده نگه داشتن آثار و علایم فرهنگی خویش را برای نسل‌های بعدی خود بر جا بگذاریم. از آنجایی که مناطق هزارستان و مردم هزاره دارای تمدن کهن می باشند، بناهن آثار فرهنگی بسیار زیادی نیز دارند که این آثار نیازمند حفظ و نگهداری در موزیم ها می باشد و بنیانگذاری موزه میراث فرهنگ هزارگی در موزیم ملی اسلام آباد گام مهمی در راستای حفظ و نگهداری میراث فرهنگ هزارها می باشد و ما نیاز بر این داریم که این فرهنگ را تقویت کنیم تا بتوانیم آثار و علایم فرهنگی یا آثار میراث فرهنگی خویش را که از گذشتگان برای ما بر جا مانده حفظ کنیم. همانطور که گذشتگان ما یا نسل‌های قبلی ما میراث را برای ما حفظ و به ما سپردند، وظیفه ما نیز می باشد که با روش‌های جدید و مکانیزم‌های جدید آن را حفظ و برای کسانی که بعد از ما می‌آیند بسپاریم. میراث فرهنگی متعلق به همه هزاره‌هاست و همه ما
سعی برام کنیم که در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم. در شرایطی که در یک مقطع تاریخی 62% از هزارها قتل عام شدند و بعد از آن فاجعه این رسم ظالمانه دوام یافت و مردم هزاره، نصف جمعیت مردم هزاره از سرزمین هایشان کوچ اجباری داده شدند و قتل عام ها دوام پیدا کرد، ما شاهد مهاجرت سیلاسای مردم هزاره در سراسر دنیا می باشیم که می توان گفت نصف جمعیت هزاره ها در کشورهای مختلف به عنوان مهاجر زندگی می کنند. خب حقیقتش ما در کودکیم در ایران گذشته و اینکه قبل از اینکه ما وارد افغانستان شوم نمیفهمیدم اصلا فرق بین هزاره و تاجیک و پشتون این چیزا چی است، ولی وقتی که آشنا شدم اومدم افغانستان تازه فهمیدم که تنوعات قومیتی زیاد داریم و ما خودم جزو هزاره ها حساب میشم و اینکه وقت کلا نمیتونم ویژگی های شخصیتی انسان ها رو ما به قومشان ربط بتوم، ولی چیزی که من زیاد ویژگی که زیاد در مردم خودم دیدم ایست که ما همیشه کسایی بودیم که طرفدار علم و دانش بودیم و همیشه برای در راه علم تلاش کردیم. امروز عبده می نزده می مصادف از با روز ملی فرهنگی هزاره که ما این روز واقعا برای تمام هزارهای خود، برای تمام قومهای خود تبریک و خوش استباد میگم. واقعا ما خوش و خرسند هستیم که در دیار مهاجرت در کنار قومهای خود هم تبارهای خود این روز بزرگ ما تجدید میکنیم. برگزاری از این برنامه به خاطر یاد بود است اون فرهنگ کلتور هزاره است که باید ما این فرهنگ خود، هم رسم و عنعنات خود، هم هویت تاریخی خود نباید فراموش بکنیم. ما یک روزی است که برای ما مردم ملت هزاره یک روز ملی و تاریخی است. ما باید هر ساله از این روز بزرگ تجدید به عمل بیاوریم. هزاره یعنی علم، هزاره یعنی دانش، هزاره یعنی افتخار، هزاره یعنی زحمتکش، هزاره یعنی قلم، هزاره یعنی دانش بگویم. هزاره ها یعنی با تمام زندگی خود مبارزه میکنه و علم و دانش خود ادامه میدهد و نه به این که مثلا زندگی مالی باشه، مچم خانه مالی باشه، میگیم نه، مغز مالی باشه، آینده مالی باشه، یک زندگی آرام پر از تحصیل و دانش به اولادا و به نسل آینده خود داشته باشیم. هزاره یعنی این، وقتی که فکر آزاد باشه، قلب پاک باشه، یعنی همه چیز مثبت ببینه، او باعث میشه که یک قوم یا یک نسل به افتخارات از او تشویق کنه و او نسل میتوانه که در آینده بسیار یکی از نسل های بسیار عالی مثل هزاره ها. ما علم را هیچ وقت به دختر بچه فرق ندانستیم، یکی دانستیم و امروز است که هزاره ها چی طبقه اوناسشان، چی طبقه ذکورشان همیشه به افغان ها یا به افغانستان افتخار میارد و افتخار میاره انشالله. و حس احساس که امروز داریم به این روز خاص چی هست؟ من خوشحال هستم. خوب است که از این پیش هزاره ها را هزاره بودن جرم می دانستن و هزاره را به عنوان کوریا می شناختن، چینایی می شناختن و امروز ما نشان می دهیم که هزاره نه کوریایی است، نه چینی است، نه ژاپنی است. هزاره یک قوم است که او هم تعلق به افغانستان داریم و هزاره یک نسلی است، نسل پر افتخار.
الله الرحمن الرحیم. شاکر شریفی هستم از فالین مدنی ولایت پنجشیر. قسمی که شما گفتین از جامعه تاجیک هستم و احترام خاص به تمام جوامع و اقوام افغانستان داریم. امروز خوشبختانه 19 می به عنوان روز فرهنگی هزاره یا هزارستان در تمام دنیا تجلیل به عمل می آید و این یک دستاورد بسیار کلان است که امروز دورتر از افغانستان، جغرافیایی که مردم هزاره متعلق به او هستند، در تمام گوشه و کنار دنیا مردم جمع میشن و این روز هزاره را تجلیل میکنن. در واقع مردم هزاره، قسمی که شما گفتین، مردم سلجو، زحمتکش، با استعداد و میتوان مردم هزاره را عزت یا نماد پیشرفت افغانستان معرفی کرد. مردمی که در ادوار مختلف افغانستان در حکومت‌های شاهی گرفته تا 40-50 سال اخیر قتل عام‌های عمدی شدند و هنوزم کشته شده رایستن، بازم این مردم توقف نمیکنه، با تحصیلاتشان ادامه میتن و فرهنگ افغانستان امروز با مردم هزاره یا هزارستان گره خورده. اگر مردم هزاره را از افغانستان حذف کنی به افغانستان چیز نمیمونه. ما به عنوان تاجک و به عنوان یک پنجشیری به مردم و جوانای هزاره افتخار میکنم امروز بهترین بورسیه های دنیا در کشورهای مختلف جوانای هزاره با استعدادی که دارن بدون کدام رهنمایی یا حمایت به دست میارن. همین قسم در جامعه افغانستان هم در بخش مدنی و بخش سیاسی و اجتماعی در همه بخش ها در حالت ظهور هستن. دیگه ما در آخر همین قدر یک گفتنی دارم که مردم هزاره واقعا الگو، یک الگوی خوب، یک الگوی پیشرفت، صلح. ما امروز تا بال نشنیدیم که یک کسی در افغانستان یا خارج از افغانستان از آدرس یک جوان یا یک فرد هزاره آسیب دیده باشه. نام من نظیفه است، نظیفه شفی، اصلا از ولایت بدخشان. شناختی که ما تقریبا در مدت 10 یا 12 سالی که با مردم هزاره یا سرکار داریم یا در مجموع شناخت و مطالعاتی که از مردم هزاره دارم، مردمی مدنی، روشنفکر، مردمی زحمتکش، مردمی که همیشه در صدد درس و تعلیم هستن همیشه و همیشه کسایی بودن که در افغانستان ابتکارات نوآوری های مثبتی که در افغانستان همیشه در این طور 20 سال یا تقریبا 10 سالی که من بیاد دارم با وجود آمد، اکثریتش مردمان هزاره بودن که کار این ابتکارات نوآوری را با وجود آوردن. همچنان مردمایی که همیشه مدال آور در عرصه ورزش المپیک، در عرصه تحصیل، در تمام عرصه ها مردمی بودن که همیشه برای افغانستان باعث افتخاری افغانستان، قومی که باعث افتخاری افغانستان، باعث نیکنامی افغانستان، نه تنها در داخل افغانستان بلکه در تمام جهان شده. یکی این واقعیت هیچ کس انکار کرده نمیتونه که مردم هزاره از نگاه فکر و تمدن و مدنیت و یا نسبت به دیگر مردم برتری دارن. و اینجا در حاشیه از این برنامه امروز که به مناسبت روز فرهنگ هزارگی برگزار شده، یک نمایشگاه کوچک هم اینجا برگزار شده که در این نمایشگاه صنایع مختلف دستی، نمد مخصوص هزارگی و غذاهای هزارگی به نمایش گذاشته شده تا بانوان فرهنگ هزارگی و نمادهای فرهنگ هزاره به سایر اقوام اینا را به نمایش بگذاره. امروز 19 می روز فرهنگ هزارگی هستن که ما در این روز از غذاهای هزارگی گرفته، لباسهای هزارگی و صنایع دستی هزارگی و همچنان قالین و یک فرشی هستن که شما میبینین اینجا به نام نمد هستن که از پشم گوسفند اومده میشه. همین چیزایی را که مردم هزارجات خودشان جور میکنن استفاده میکنن خواستیم امروز برای نمایش بگذاریم و کسایی که علاقمند هستن هم اینجا به فروش هستن هم برای نمایش هستن و خواستیم فرهنگ خود معرفی بکنیم، برای معرفی کردن فرهنگ و همین رسوم و انعنات و همین لباسی را که میپوشن یا به حساب غذاهایی را که استفاده میکنن خواستیم کسایی که نمیشناسن معرفی بکنیم. آدم از تو واری مقبول نموشم، آتش داد Thank you.
دیدم از تو گیله من بود یا دورم بگویم قطو نخند یا دورم بگویم قطو نخند همیشه واده دادی واده نه توش نشدم نه بشی کار آمدم